با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه 31 ماه ثور سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. کشته شدن دو تن به شمول یک خارجی در شهر کابل. یک نفر تبع خارجی است کشته شده، یک نفر چوکیدار سرش بریده شده. درگیری مرگبار میان نیروهای پلیس و طالبان در بالاسفوری شاهجوی ولایت زابل. شاهجوی ولسوالی دولان آباد چې د چینې سیمه ده په هغه باندې پراخ ډلهیز برید وسو د دولت د استوالو مخالفینو له طرفه سه. بایکار با هراس افغانی موضوع اصلی نشست کشورهای اسلامی. گفتگوی گلبدین حکمتیار با عبدالرب رسول سیاف درباره روند سال. با تاکید امریکا بر پشتیبانی کشور از پیکار با گروه داعش. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. تفنگداران ناشناس در حوزه هفتم شهر کابل یک زن آلمانی را با یک نگهبان خانه‌اش کشتند. منابع امنیتی میگویند که این تفنگداران ساعت 9 دیشب در جاده دارالامان شهر کابل این زن را کشتند و یک زن دیگر را نیز با خودشان بردند. پلیس میگوید که این زنان بر یک نهاد خیریه سویدنی که خدمات بهداشتی فراهم میکنند کار میکردند. به گفته منابع امنیتی، مردان مسلح بین ساعت 8 و 9 شنبه شب نخست در منطقه ایوب خان مینه دارالامان نخست گلوی نگهبان این خانه را که یک مرد بود با چاقو بریدند و سپس یک زن را در اتاقی که در طبقه دوم این خانه بود با شلیک گلوله بر چهرهش کشتند. همین منابع میگویند که این مردان یک زن دیگر را که شهروند فنلند است با خودشان بردند. اینا خانه را کرا گرفته بودن، شب میبودن روز یا دفترشون تو کامجه دیگه بودن. صبح می برآمدن 8:30 بجه 8 بجه میره محترم میومد یارا میبرد. میرفتن باز شام دیگر پیدا میشن ساعت 4 بجه 4:30 5 بجه میومدن. خب لباس وطنی ما شما میپوشیدن، چادر میپوشیدن. یک نفر تبع خارجی است کشته شده، یک نفرم چوکیدار سرش بریده شده. باشندگان منطقه میگویند که در حدود 4 زن و مرد خارجی نزدیک به 3 سال در این خانه زندگی میکردند. آنان فارسی یاد داشتند و حتی با همسایگان رفت و آمد میکردند. والا وظیفه کارشون را نمیفهمم، خو یک 4 تا سه سر هستند، یکی دو تا مرد بوده، دو تا چوکیدار بوده، یکی شب یک صبح میباشه. این خارجیان ظاهرا برای نهاد خیریه آپریشن مرسی کار میکردند. دو خانم دیگه هم بوده که در جاهای دیگه از این ساختمان بودین که اینا توسط پلیس به یک سایه امن انتقال میشن. نزدیک به 10 ماه پیش ربایندگان دو استاد دانشگاه آمریکاییان را نیز در منطقه دارالامان را بودند و تا کنون نیز از سرنوشت این استادان که شهروندان آمریکا و استرالیا هستند اطلاعی در دست نیست. درگ عملی طالبان بر نیروهای پلیس در بالاسفوری شاهجوی ولایت زابل 25 پلیس جان باختند و 6 پلیس دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی به طول نیوز می گویند که این حمله دیشب در شهرهای کابل کندهار رخ داد. میرقا پوپال در این باره گزارش تهیه کرده است. طالبان شنبه شب بر پازگاه های نیروهای پلیس در منطقه هلند ولسوالی شاهجوی ولایت زابل حمله گروهی کردند. رئیس شورای ولایتی زابل میگوید که صدها طالب در این حمله سهم داشتند و 7 پازگاه نیروهای دولتی را تصرف کردند. با گفته وی در درگیری میان نیروهای پلیس و طالبان 20 پلیس جان باختند و 7 پلیس دیگر زخم برداشتند و نیز در حدود 50 طالب کشته و زخمی شدند. طالبان تجاوزی حمله کړی و سر کې روزګان او د غزنی او د زابل طالبان عمومي شهره باندې د کمینونو نیولو د مالی پولیسو شپږ پوستو سکوت کړی ده. شاهجوی ولسوالۍ دولان آباد چې د چینې سیمه ده په هغه باندې پراخ ډلهیز برید وسو د دولت د وسلوالو مخالفینو له طرفه سه.
در همین حال شماری از باشندگان زابل از بدتر شدن اوضاع امنیتی این ولایت نگران هستند. اما پاسخ مقام های حکومتی به این نگرانی ها چیست؟ په کلات خار باندې تر څلوېختو پورې توغندي راغلل چې په مختلفو ځایونو کې ولګېدل، په عامه خلکو باندې په کورونو کې ولګېدل. در این حال در دو حمله جداگانه طالبان در مسیر شهرهای کابل کندهار بر پلیس در مربوطات زابل 6 پلیس جانهایشان را از دست دادند. مقام های محلی میگویند که حمله های طالبان در شاجویبه قبض زده شدند و 7 پاسگاهی که سقوط کرده بودند پس گرفته شدند. معاون دومر جمهور نامنی ها فساد داری و بروکراسی را جدیترین چالش ها در برابر تامین عدالت و پیشرفت بازرگانی در کشور می داند. سرور دانش دانشست زیر نام عدالت، حکومت داری بهتر و توسعه پایدار و رودن اصلاحات در قوانین بازرگانی و ایجاد کمیته مشترک برای رسیدگی به مشکلات بازرگانان تاکید می ورزد. در این حال اتاق تجارت رسانه افزایش ربودن بازرگانان و اعضای خانواده هایشان، اخاذی ها افزایش مالیه و مشکلات در قوانین را جدی ترین چالش ها در برابر سرمایه گذاران و پیشرفت بازرگانی در کشور می داند. میرآبه جوینده گزارش می دهد. مقام های بلندپایه حکومت، مسئولان دادگاه عالی و لوی سورنوالی، وزارت های عدلیه، اقتصاد و امور داخله و نمایندگان بازرگانان در نشست مشترک چالش ها را در برابر بازرگانان بررسی می کنند. جنگ، خشونت و ناامنی در رأس همه موانع رشد اقتصادی قرار دارد. دو، بروکراسی و پیچ‌وخم‌های اداری غیر ضروری از سرعت کار مانع شده و باعث زیان‌های اقتصادی می‌گردد. سه، فساد اداری نیز از موانع عمده پیشرفت اقتصادی و یک مشکل جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری است. مشکلات در قوانین کشور و بی‌عدالتی ها نیز از چالش ها در برابر بازرگانان دانسته می شود. عدالت ملکه است که اجتماع را به سوی ثبات کشانیده، زمینه حکومتداری خوب و انکشاف پایدار را فراهم می نماید، چنانچه فرصت می دهد تا سرمایه‌گذاران و تجاران احساس امنیت بهتر نموده و به سرمایه‌گذاری بپردازند. از طریق مبارزه با فساد، از طریق جلوگیری از حق تلفی، از طریق جلوگیری از غصب و زورگیری، از طریق مبارزه قاطعانه با اختطاف میتونه که زمینه و شرایط را برای تامین امنیت و مسئولیت سرمایه و سرمایه گذار و خانواده‌هایشان در افغانستان مساعد بسازه. اتاق تجارت و صنایع در کنار فساد اداری، اخاذی ها، افزایش مالیه، مشکلات در قوانین مرتبط به بازرگانی، تهدیدهای امنیتی و افزایش رویدادهای ربوده شدن بازرگانان و اعضای خانواده های آنان را از جدیترین چالش ها در برابر بازرگانان می داند. در دیر جدی ستون زده، مجرمون تجزا ورکی، والا بلا دکتر صاحب چی دو مجرمون شاتر دیر زورور خلق لاسونه لری، والله چې محکمه ته لاړ شي و ته تلیفون کوي چې خوشی که قاضی مجبورهی قاضی وجنی. اما تعهد حکومت برای رسیدگی به این چالش ها چیست؟ در این قسمت انشالله برخورد قاطع میشه، هیچ نوع مسامحه صورت نمیگیره. در گذشته شده شما باید دارین، امروز هم اگر خدا نخواسته در جای مشکل باشه شما ما را کمک کنین، شما قضا و لوی سورنوالی افغانستان و بخش پلیس کمک کنین که خدا نخواسته این گپ دوباره تکرار نشه. قرار است نمایندگان اتاق تجارت و صنایع دادگاه عالی لوی سورنوالی، وزارت های اقتصاد، عدلیه و امور داخله در این نشست دروزه تمامی چالش ها را در برابر بازرگانان بررسی کنند و در پایان این نشست پیشنهادهایشان را برای رسیدگی به این چالش ها به حکومت بسپارند. نشست کشورهای اسلامی درباره چگونگی پیکار با هراس افغانی امروز در عربستان سعودی برگزار شد. دفتر ریاست جمهوری میگوید که در این نشست کابل از کشورهای اسلامی میخواهد که در کار مبارزه با هراس افغانی باید مسئولیت پذیر باشند و کشورهای پشتیبان هراس افغانی را شناسایی کنند. در این نشست در کنار رئیس جمهور آمریکا سران 60 کشور اسلامی نیز شرکت کردند. شریف امیری گزارش می‌دهد.
نقش عربستان و سعودی در تحولات منطقه و نفوذ ریاض بر کشورهای اسلامی امیدها را برای بسیج دیدگاه‌های کشورهای اسلامی در کار مبارزه با هراس افغانی افزایش داده است. در این نشست که رئیس جمهور غنی نیز شرکت کرده است، از کشورهای اسلامی چنین خواست خواهد کرد: بی تفاوتی برخی کشورها و یا حمایت برخی کشورها از جریان‌های افراطی سبب شده است که گروه‌های افراطی امروز دامنه فعالیتش وسیع تر شد. اما اینجا در مجلس نمایندگان دیدگاه ها درباره نشست ریاض گوناگون هستند. ایران، عربستان سعودی، پاکستان، هند و همچنین آمریکا، فرانسه، آلمان تصمیم گیرانشان واقعا جنگ به نفع خودشان است. اراده اگر وجود داشته باشه در آوردن صلح و ثبات و حداقل قطع جنگ در داخل کشورهای اسلامی بخصوص در افغانستان میتونه کمک کننده بوده باشه. قرار است در 16 ماه جوزا کابل نیز از نشست میزبانی کند که در آن نمایندگان کشورهای منطقه و فرا منطقه درباره صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. هدف داده چی؟ د سولې په پروسه کې موږ د سیمې نړۍ په کچه یو اجماع ایجاد کو او همداراز د سولې د پروسې نوښت او فعالیت د افغانستان د حکومت په مالکیت سي. تاکنون درباره سال و پیدا کردن راهکارها برای مبارزه با هراس افغانی بارها نشست‌های در جهان و منطقه برگزار شده‌اند، اما یکی از این نشست‌ها هم گره‌گشای مشکلات نبوده است. گلوبدین حکمتیار با عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی و رئیس شورای حراست و ثبات، امروز دیدار و گفتگو کرد. در این نشست شماره چهره‌های سیاسی و جهادی دیگر نیز شرکت داشتند. در این نشست عبدالرب رسول سیاف و گلوبدین حکمتیار درباره چگونگی پایان دادن به جنگ و آغاز یک روند صلح میان افغانان در کشور گفتگو کردند. گلوبدین خبر جزئیات را گزارش می‌دهد. گلبدین حکمتیار چاشت روز یک شنبه مهمانی عبدالرب رسول سیاف بود. سپس هر دو طرف درباره اوضاع سیاسی و امنیتی کشور به ویژه چگونگی روند صلح گفتگو کردند. یکی از نکات عمده‌ای که در صحبت هم جناب استاد سیاف و هم جناب انجینر حکمتیار به صراحت روشن بود این بود که باید اوراق گذشته را دوباره باز نکنیم و صفحه جدیدی در معادلات سیاسی افغانستان و در صحنه خدمتگزاری و مردم افغانستان باز شود. در این نشست چهره های سیاسی همچون رئیسان هر دو مجلس شورای ملی، محمد یونس قانونی، امیر محمد اسماعیل خان و شماره دیگری از چهره های سیاسی نیز شرکت داشتند. تجسنگ کولشو بخبل هیواد که امن قایم کن در اطلون که انتخابات تا پارزان نتیار کو یو قوی و مرکزی حکومت ولرو هر چه چه زیاد ترایی بیورد اماغ تا ولسواکی تسلیم شی در نظام که دقیقا شرکت مسائل و دقیقا گردوری داد منزلال شی. هرچند در این نشست عبدالرب رسول سیاف و گلبدین حکمتیار درباره کدام مسائل مشخصی به توافق نرسیدند، اما به گفته نمایندگان این دو طرف قرار است به روزهای بعدی در این باره بیشتر گفتگو شود. وزارت امور داخله میگوید که طرح غیر نظامی سازی شمار از نیروهای پلیس در اصول از سوی شورای امنیت ملی تایید شده است، اما تا کنون نهایی نشده است. از سوی هم وزارت امور داخله تاکید می‌ورزد که تشکیل نیروهای پلیس محلی یک تشکیل موقت است و با گذشت زمان با بخش‌های پلیس ملی یک جا خواهد شد. در این میان شماره از اعضای شورای ملی در پیوند به مدغم شدن بخش از واحدهای پلیس به ارتش ملی دیدگاه‌های متفاوت دارند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. دونالد ترامپ در سفرش به عربستان سعودی درباره اسلام سخن خواهد گفت. تاکید بر افزایش پشتیبانی آمریکا بر پیکار با گروه داعش از مهمترین بخش‌های سخنرانی دونالد ترامپ خواهد بود. بر بنیاد گزارش‌ها، یکی از مشاوران کاخ سفید که دستور دونالد ترامپ را درباره ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا نوشته بود، متن سخنرانی امشب به ایرانی نوشته است. ترامپ دیروز یک توافقنامه فروش جنگ‌افزارها را به ارزش 270 میلیارد دلار با پادشاه عربستان سعودی نیز امضا کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دومین روز سفرش به عربستان سعودی با ملک سلمان پادشاه این کشور در یک مراسم رقص با شمشیر شرکت کرد. در این مراسم میلانیا ترامپ نخست بانوی ایالات متحده و مقام‌های بلندپایه دو کشور نیز حضور دارند. نشست رهبران کشورهای سازمان همکاری‌های خلیج با دونالد ترامپ نیز در ریاض آغاز شد. پیش از این رهبران ایالات متحده و عربستان گران‌ترین پیمان فروش جنگ‌افزارها را در تاریخ ایالات متحده امضا کردند. این پیمان 270 میلیارد دلار ارزش دارد و وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که هدف از آن رویارویی با نفوذ بدخواهانه ایران است. آمریکا و عربستان در راستای رویارویی با تندروی‌ها و تصدیر تندروی از سوی ایران و ویژه پشتیبانی این کشور از جنگجویان خارجی، پرداخت پول به این جنگجویان و نیز پشتیبانی این کشور از شورشیان نه تنها در یمن بل در عراق و سوریه تلاش‌هایشان را هماهنگ می‌سازند. عربستان سعودی هم ایران را از بزرگترین پشتیبانان هراس افغانی در منطقه می‌داند. They discussed the nefarious activities of Iran. رهبران دو کشور درباره فعالیت‌های زشت ایران و اینکه از ادامه نیافتن سیاست‌های تهاجمی ایران در منطقه باید اطمینان یابیم گفتگو کردند. ایران باید با توافقنامه هسته‌ای با غرب عمل کند. قطعنامه‌های شورای امنیت را درباره موشک‌هایش حرمت نهد و نقض حقوق بشر و نیز مداخله‌ها را در امور کشورهای منطقه پایان دهد. این در حال است که حسن روحانی که برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شده است، بر گسترش روابط مسالمت‌آمیز تهران با کشورهای جهان تاکید می‌ورزد. ملت ما می‌خواهد در صلح و دوستی با جهان زندگی کند، ولی در این حال هم حاضر نیست تحقیر یا تهدیدی را بپذیرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از عربستان سعودی به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، روم، بروکسل و سیسیلی در ایتالیا نیز سفر کند. با ادامه خبرها با سام خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. یک شرکت بریتانیایی با بکارگیری از توت ولایت کاپیسا در ساخت چاکلیت های میوه‌ای زمینه های فروش این فراورده را در بازارهای لندن فراهم می سازد. مسئولان این شرکت می گویند که در چارچوب برنامه کشت برای سال، سالانه بیشتر از 100 تن توت خشک ولایت کاپیسا را پس از پروسس اولیه به لندن انتقال می دهند و در آنجا در چاکلیت های میوه‌ای به کار می گیرند. این کودکان کاپیسایی نمیدانند که چاکلیت های میوه‌ای که برایشان توزیع می شوند از توت همین ولایت تهیه می شود. برنامه کشت برای سال که هدف آن معرفی فراورده های باقی افغانستان در بازارهای بریتانیا و آمریکا است، توت ولایت کاپیسا را با بهای مناسب از باغداران گردآوری و با یک جا ساختن میوه های خشک دیگر با آن در بازارهای بزرگ اروپا و آمریکا به فروش می رسانند. ما در حال توسعه دادن برنامه کشت برای سال هستیم. ما در جستجوی شرکت‌های خارجی هستیم که این فراورده ها را از ما بخرند و این برنامه برای اقتصاد و سال در افغانستان بسیار مهم است. برای ما کمک شود که ما همین توت خود را در خوب وجه جمع کنیم. دیگر در خوب وجه فامیدیم از حد سودا شود. ما ضایعات زیاد داریم اگر دولت همکاری ما کنه. ما میتونیم بهتر جمع‌آوری کنیم توت ما را. ولایت های پنجشیر، کاپیسا، بغلان و پروان به علت داشتن بیشترین باغات توت از جمله ولایت های پیشتاز در افغانستان هستند. اما به گفته شماره از باغداران در این ولایت ها میزان ضایعات توت در این باغ ها تا رسیدن به مارکت در حدود 60% است که از این رو آنان درآمد های لازم سالانه از این بخش نمی داشته باشند. ذبیح الله جهانمل، تولو نیوز، ولایت کاپیسا. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 76 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 630 با 8 افغانی.
خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتون میکرد. آقای ملک خوش اومدید. سپاسگزار هستم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. در دهمین روز چهارمین دور بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی جهان، افغانستان صاحب 3 مدال برنز دیگر در بخش انفرادی ورزش‌های زورخانه‌ای شد. پیش از این تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای کشور در بخش تیمی نیز پس از ایران و آذربایجان سوم شد و مدال برنز گرفت. تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای کشور پس از به دست آوردن مدال برنز در بخش تیمی، در بخش انفرادی نیز خوب ظاهر شد و 3 مدال برنز دیگر را به نام افغانستان ثبت کرد. این مدال ها را مشتاق حسن شریفی در بخش چرخ تیز، حکیم لا بگزاده در بخش سنگ و احمد شکیب عطایی در بخش میل بازی به نام افغانستان ثبت کردند. پیش از این تیم ملی ورزش های زورخانه ای کشور در بخش تیمی با به دست آوردن 526 امتیاز بالاتر از عراق، تاجیکستان، بنگلادش، قرقیزستان، پاکستان و یوگاندا در جایگاه 3 ایستادند و مدال برنز گرفتند. بدین ترتیب تا کنون کاروان ورزشی افغانستان تنها 4 مدال برنز توسط میلوپوشان فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای به دست آورده است. میدان وردک فاتح رقابت‌های کرکت درجه 2 حوزه بندامیر در کابل شد. در فرجامین دیدار رقابت‌ها میدان وردک با غلبه بر تیم کاپیسا جام قهرمانین پیکارها را به دست آورد. این رقابت‌ها با حضور تیم‌های پروان، میدان وردک و کاپیسا برگزار شده بودند. در فرجامین دیدار رقابت‌های کرکت درجه 2 حوزه بندامیر نخست تیم کاپیسا بازی را آغاز کرد و در 31 آور با از دست دادن تمامی ورزشکاران 132 دوش را برای تیم میدان وردک هدف داد. میدان وردک هدف داده شده را در آور 29 و با از دست دادن 5 بازیکن برآورده ساخت و بر سکوی قهرمانی ایستاد. تلاش عزیزیم که بازیکنان خوب به دست ما بیاید، بازیکنانی که یعنی در روی پرده نامدین وار ما در روی پرده بیاریم و تا بتانن کارکردگی خوب کنن و به مسابقه های 4 روزه، مسابقه های 2 روزه ما یار آماده بسازیم. بقیل دیر خیلی مسابقه و در علکان و پورا آمادگی آورده و مخی بل گراوند که اوز فاینل پر نشنل گراوند که ده و دیر خیلی روانی دی مسابقه دیر خ سیستم جوړ کړی کرکټ بورډ خاصم ده چې موږ ته نورې لوبې برگزار کی گراوندونه اکاډمۍ ده موږ ته مجهز کی. بل این ترتیب تیم کرکټ میدان وردک جواز و حضور به بازی های درجه 1 را در پهلوی تیم های ننګرهار، پکتیا، کابل، خوست و لغمان به دست آورد. با در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.